خب یک سلول در پیرامون خودش یک حوزه رو داره و در واقع همونطور مثل کره زمین یک سلول هم در پیرامون خودش یک حوزه داره، چون این سلول در داخل خودش تبادل یونین و الکترونی داره و این حوزه هم پیرامون چی میشه؟ ایجاد میشه. خود بدن ما هم عیناً همین وضعیت رو داره و نقشه پولاریتی رو که در آمریکا در چند دقیقه تهیه کردن متوجه شدن که بدن ما دارای یک حوزه پولاریتی است. نامگذاری کردن، گفتن قطب مثبت منفی، عین کره زمین، سمت راست مثبت، سمت چپ منفی. نقشه نشون داد که ما یک توضیحات جزئی هم داریم، مثبت منفی، مثبت منفی صفر، دوباره همینطوری، دوباره مثبت منفی، مثبت منفی صفر، همینجوری چیزای تیکه بندی. نقشه حوزه پولاریتی ما در چند دقیقه قبل در آمریکا به دست آمد. بعد متوجه شدن که این تغییرات میکنه و اینا، و در واقع به این مسئله پی بردن که اختلال در حوزه پولاریتی میتونه یک عامل بیماری باشه و ارتباطش با تبادلات یونی و الکترونی بدن، چون سیستم ما، سیستم بدنمون سیستم الکتریکه دیگه، مغزمون جریان الکتریکو داره، یک ولتاژی داره، هر سلولی به اصطلاح یک ولتاژی داره، آمپراژی داره، چیزایی داره. قلب ما با سیستم برق داره کار میکنه، برق میاد به اصطلاح یک واکنش داریم، وقتی قطع میشه به این صورت این پمپ چیکار میکنه؟ کار میکنه، باز میشه، وقتی چیز میشه جمع میشه. و خلاصه کلام این مسئله به اثبات رسید که نقص در حوزه پولاریتی میتونه عامل بیماری باشه. لذا از اون جا به بعد متوجه چیزای دیگه شدن، متوجه شدن که حالا که این دست ما حوزه داره، یه حوزه داره، اگر این دست ما به یه نفر نزدیک بشه، این حوزه در این حوزه تداخل میکنه، حوزه جدید ایجاد میکنه که در واقع ایجاد یک تحریک میکنه. وقتی که ما دستمون رو به سمت یک کسی نزدیک میکنیم، در واقع در حوزه او چی میشه؟ یه شوک وارد میشه. این تغییر در حوزه تغییر در جریان رو ایجاد میکنه، یعنی تغییر در تبادل یونی و الکترونی رو ایجاد میکنه. یه هول مثل یک کشتی که تو گل گیر بکنی، یه هولش بدن، یه دوتا تلنگ بخوره و بعد آزاد بشه، رها بشه. حالا یه شوک وارد کنیم، اگر این تبادل یونی و الکترونی دوچار وقفه و چیزیه، با یه شوک را بیفته، درست شد؟ و از اونجا به بعد پولاریتی تراپی، پولاریتی درمانی یا نیرو درمانی یا انرژی درمانی در سر تا سر دنیا سر زبون‌ها افتاد و به اصطلاح این حوزه پولاریتی بدن در واقع روی کسی داره پولاریتی درمانی کار میشه، حوزه پولاریتیش اصلاح بشه. حالا یه شوک که از یه جا وارد بشه انتقال پیدا میکنه، درست شد؟ این شد پولاریتی درمانی و شد رشته دانشگاهی. و در رشته دانشگاهی پولاریتی درمانی که یک رشته ایست علمی، چون در واقع داره همش راجع به حوزه ما و اینا کار میکنه. و از این طریق متوجه شدن که در طول تاریخ کسانی که دست میذاشتن رو بدن یک کسایی و درمان میگرفتن علتش چی بوده؟ یعنی یک مسئله تاریخی که جنبه متافیزیکی داشته، حالا متوجه شدیم که بابا همچین متافیزیکی هم نبوده و این علت داشته و انسان ناآگاه بوده نسبت به این مسئله. حالا افراد مختلف حوزه‌های مختلف دارن، ممکنه خود کم و زیاد بشه. در یک آزمایشگاه فیزیک این قابل ثبت و ضبطه، ما نمیدونیم. باید در آزمایشگاه
در واقع تعیین میشه که این حوزه پولاریتی قویه و در واقع اون شوک وارد شده رو بیشترش میکنه. ولی اصولا هر کسی این حوزه رو داره، حالا ضعیف قوی. اما شما اینجا به اصطلاح چیزی رو که کاری که شد در این مورد، این کار از طریق هوشمندی به راه انداختن تبادل یونی و الکترونی بود. وقتی اون را بیفته حوزه هم گسترش پیدا میکنه و دیدین آزمایشی که کردیم الان هم میتونیم دوباره آزمایش بکنیم، میکنیم این آزمایش رو، میبینیم که این گسترده تر شده و هر بار بیایم میبینیم که در واقع گسترش داره پیدا میکنه. البته ما به عنوانی که از این قضیه استفاده کنیم که نیازی نداریم، فقط برای خودمون بیشتر این مسئله هست که آشنا بشیم باش، بدونیم چه اتفاقاتی رخ میده توی مسئله.